با سلام و درود به سرویس خبری این ساعت و شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم فریده فانوس خوش آمدید. سرخط اخبار. ظفر محسن ورزشکار افغان برای مبارزه با حریف قدرتمند روسیش وارد قفس می شود. کنگرسه آمریکا حمایت واشنگتن از جبهات مخالف طالبان را ضروری خواند. طالبان نام چهار راه ها و مکان ها به اسامی دینی و ملی تغییر می کند. نخست وزیر آلمان روند اخراج مهاجران افغان به کشورشان ادامه خواهد یافت. اخطار دادن جدی آمریکا توسط ایران در صورتی که اسرائیل حمله کند. و در اخیر کوریای شمالی و کوریای جنوبی وارد جنگ پهبادی شده اند. مشروع اخبار. سازمان مبارزات آزاد PFL آمریکا نبرد بزرگی را میان ورزشکاران هنرهای رسمی ترکیبی برگزار می‌کند. این مسابقات که به نبرد غول‌پیکرها شهرت دارد، شنبه شب به 28 میزان در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها در کنار سایر ورزشکاران رسمی جهان، ظفر محسن، مبارز افغان مقیم اروپا، با حسین کادیماگوف، رقیب قدرتمند از روسیه وارد میدان می‌شود. ظفر محسن 17 رکارد حرفه‌ای دارد که حاصل آن 13 برد و 4 باخت است، اما در مقابل حریف او از روسیه 12 رکارد حرفه‌ای دارد که 11 بار به پیروزی رسیده و یک بار شکست خورده است. رقیب محسن روسی الاصل است که برای سوئیس مسابقه می‌دهد. در رقابت‌ها فرانسیس آنگانو غول‌پیکر این مبارزات نیز برای کسب قهرمانی مبارزه می‌کند. جو ویلسون، عضو کنگرس و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که برای رهایی افغانستان از ظلم طالبان و تبدیل نشدن این کشور به پناهگاه ترورستان، حمایت واشنگتن از جبهات مخالف این گروه ضروری است. کنگرس ایالات متحده روز جمعه 27 میزان با نشر بیانیه از دیدار جو ویلسون با رهبری جبهه متحد افغانستان خبر داده است. بر اساس بیانیه، در این دیدار سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، در مورد تهدید روزافزون تروریسم از کشور به ویلسون خبر داده است. در بیانیه آمده است که این تهدید به بی‌ثباتی منطقه ادامه می‌دهد و خطرات قابل توجهی به ایالات متحده و همچنان برای منافع دیپلماتیک، نظامی و تجاری آمریکا در سراسر خاورمیانه و آفریقا ایجاد می‌کند. طبق بیانیه، محور اصلی این دیدار چگونگی ایجاد یک طرح در کنگرس آمریکا به هدف همکاری و توسعه روش‌های همکاری برای توانمندسازی جبهات مخالف طالبان در مبارزه با این گروه بوده است. ویلسون وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان را نیز وخیم خوانده است. به باور وی، وضعیت فعلی غیر قابل قبول و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. چندی پیش هم هیئتی از جبهه مقاومت ملی افغانستان با اعضای کنگرس آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. این در حالی است که دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که از جبهات نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز شنبه 28 میزان در صفحه یک ساعت اعلام کرد که کمیسیون نامگذاری این گروه در نشست تصمیم گرفته است تا نامهای چهار راه ها، مکان ها و بازارها را بررسی کند. این وزارتخانه اعلام کرد که کمیسیون نامگذاری با هدف جلوگیری از نفاق و بدبینی نام بازارها و مکان ها را به اسامی با ارزش دینی و ملی تغییر خواهد داد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی از نامگذاری مکان ها و بازارها با
آسامی دینی خبر می‌دهد که بیشتر برخی شهروندان از این اقدام انتقاد کرده و گفتند که طالبان برخی نمادهای فرهنگی و هویتی اقوام را از بین بردند. در اول ماه میزان طالبان چهارراهی عبدالعلی مزاری و تندیس او در غرب کابل را تخریب کردند. این اقدام واکنش‌های بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را برانگیخت. منتقدان طالبان را به حسب نام‌ها و نمادهای هزارها متهم کردند. طالبان اما پس از تخریب چهارراهی مزاری در غرب کابل اعلام کردند که این اقدام به منظور بهبود وضعیت ترافیک انجام شده است. نخست وزیر آلمان میگوید که کشورش به اخراج مهاجران افغانستان که در این کشور مرتکب خشونت و جرم میشوند و او آنان را جنایتکاران افغان میخواند ادامه خواهد داد. نخست وزیر آلمان در یک نشست خبری در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: ما تعداد زیاد جنایتکار افغان داشتیم که آنان را به افغانستان اخراج کردیم. پیچیده بود، اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم و چون این بازگشت های دوباره اتفاق خواهد افتاد، جنایتکاران به افغانستان بازگردانده می شوند. او افزوده است که آلمان عاملان خشونت و جرم در میان مهاجران سوریه‌ای را نیز به کشورشان خواهد برگشتاند. آقای شولتز تاکید کرده است که اما این بحث مهم است و باید عاقلانه انجام شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که هر کسی که درباره زمان و چگونگی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی آگاهی دارد باید برای تلفات نیز پاسخگو باشد. عراقچی این اظهارات را روز جمعه 18 اکتبر در پیامی در اکس خود نگاشته است. این گفته ها را در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده است. پیش از این نیز بایدن ادعا کرده بود که درباره زمان و چگونگی حمله اسرائیل به ایران اطلاع دارد. عراقچی افزوده افرادی که از چنین خطایی پشتیبانی می‌کنند باید منطقاً در قبال هر گونه تلفات احتمالی پاسخگو باشند. وزیر خارجه ایران بیشتر خاطر نشان کرده بود که هر گونه اقدام تل‌آویو علیه تهران پاسخ جدی در پی خواهد داشت. او اضافه کرده بود که تهران برای هر نوع اقدامی آمادگی کامل دارد. وزارت دفاع کره شمالی میگوید که یک پهپاد مربوط به کره جنوبی در آسمان پیونگیانگ دیده شده است. این وزارت جمعه شب 18 اکتبر با نشر بیانیه نگاشته است که گشت‌زنی پهپادهای سئول بر آسمان کره شمالی به معنای اعلام جنگ است. بر اساس خبرگزاری کنا، مقام‌های کره شمالی هشدار دادند که این تحریکات سئول منجر به حملات تلافی جوی یانه پیونگیانگ خواهد شد. بر بنیاد اطلاعات وزارت دفاع کره شمالی، چند روز پیش لاشه یک پهپاد کره جنوبی در پیونگیانگ یافت شده بود. گفتنی است که طی چند روز اخیر تنش‌ها میان این دو کشور بر سر پرواز پهپادهایی که از سمت کره جنوبی وارد کره شمالی می‌شود، افزایش یافته است. تشکر از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. الله حافظ و نگهدارتان.